سلام، میشه چند دقیقه گوشیمو اینجا بزنم به شارژ؟ بس فقط دمت گرم، جا تو عوض نکن، من گوشیم یه درصد شارژ داره، فکر کنم خاموش بشه، همونجا بمون. محمد، من دیرم شده، گوشی من خاموش شده، یه استم واسه من بگی؟ سلام ملت لیلا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. زندگی هممون انقدر به گوشی وابسته است که اگه خاموش بشه و شارژ نداشته باشیم احتمال داره که تو بعضی موقعیت‌ها دچار مشکل بشیم. پس یه باتری اضافه یا همون پاور بانک یه وسیله مهمیه که احتمالاً خیلیامون استفاده داریم. حالا اگه بخوایم یه پاور بانک بخریم باید دو چه نکات و ویژگی‌های دقت بکنیم تا اون پاور بانک برای ما خوب باشه. این ویدیو چون هیچ اسپانسری نداره و تبلیغ هیچ برندی هم نمیخوایم بکنیم، خیالتون راحت باشه که فقط میخوایم یه راهنمای خرید مناسب برای پاور بانک بهتون ارائه بدیم. چند تا نمونه و مثال هم براتون میزنیم که بیشتر با پاور بانک ها آشنا بشید. اگر قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید خیلی خوشحال میشیم و حتما هم ویدیوهایی براتون تولید میکنیم که به دردتون بخوره. خب بریم سراغ اولین ویژگی. مهمه که پاور بانکی که میخوایم بخریم برای چه منظوریه. اگه یه آدمی هستیم که اهل سفر و گردش تو طبیعتیم و ممکنه دو سه روز یا حتی بیشتر به برق دسترسی نداشته باشیم باید خیلی دقت کنیم که چه ظرفیتی نیاز داریم. اما اگه یه آدمی هستیم که تو طول روز برای کار یا دانشگاه و تحصیل از خونه میایم بیرون و بعد از اون یا شب هم برمیگردیم به خونه، نیاز نیست پاور بانک بگیریم که ظرفیت خیلی زیادی داشته باشه که وزنش هم بره بالا و هم کردنش سخت بشه. بهتره یه پاور بانک جمع و جور بگیریم که تو یه روز فقط جواب کارمون رو بده. پس من اگه یه آدمی باشم که تو طول روز فقط از خونه بیرونم و برای اینکه تو جیبم یا تو کیفم یه پاور بانک کوچیک همراهم باشه نیاز به یه پاور بانک دارم، مثلا میتونم این اپل رو انتخاب بکنم. 50% گوشیمو شارژ میکنه، حسنش اینه که جمع و جور رو سبکه و حجم زیادی هم نمیگیره، راحت میتونم حتی بدون کیفم حملش کنم. اما اگه یه آدمی هستم که 5-6 روز میخوام برم سفر و دسترسی به برق ندارم، نیاز به یه پاور بانک خفن و گنده دارم که بتونه 5-6 بار گوشیمو حداقل شارژ کنه، روزی یه بار بتونم این شارژ رو داشته باشم دیگه. پاور بانک انکر که 24000 میلی آمپر ظرفیتش داره این قدرت رو داره که تقریبا نزدیک یه هفته منو از برق به نیاز کنه و این به درد من میخوره. نکته بعدی اینه که وقتی میخوای پاور بانک بخری حتما به صورت معمول این عدد رو جعبه رو نگاه میکنی دیگه، فکر میکنی این یا پاور بانک 20000 میلی آمپره و اینم یه پاور بانک 10000 میلی آمپر، در حالی که همیشه اینطوری نیست. به لول و کیفیت اون برند ممکنه این اعداد واقعی باشن یا نه فقط اعداد اسمی باشن. منظور چیه؟ یعنی این پاور بانک یه گوشی 5000 میلی آمپر رو نمیتونه 4 بار شارژ کنه، در حالی که 4 ضرب در 5 میشه 20000 تا. پس ظرفیت اسمی و واقعی این پاور بانک متفاوته. علت چیه؟ اتلاف انرژی. ظرفیت اسمش 20000 میلی آمپر هست ولی در واقع مثلا میتونه یه گوشه 5000 میلی آمپر رو 3 بار شارژ کنه، این وسط بقیهش هدر میره. حالا به هر شکلی اصلا مهم نیست، واسه ما مهم اینه که این چند بار گوشی رو شارژ میکنه. اما این یکی خیلی جالبه، پشت خودش نوشته ظرفیت اسمی 10000 میلی آمپر و کمترین ظرفیت واقعی 5500 میلی آمپر. وقتی خود برند میاد یه همچین عددی پشتش مینویسه، در واقع میدونه که این نمیتونه واقعا به شما به اندازه 10000 میلی آمپر شارژ بده، پس اومده کمترین هم نوشته که شما بدونید این اتلاف انرژی داره. مثلا این پاور بانک انکر یه خروجی تایپ سی داره که میتونه گوشی رو فست شارژ بکنه. عددش هم باید دقت کنید، با چه توانی؟ با توان 20 وات، مناسبه گوشی های آیفونه. اما برای گوشی های سامسونگ مثلا زورش کمه، نمیتونه اونا رو خیلی فست شارژ کنه، پس فست شارژ هم لول های مختلف داره. از اون ور دو تا پورت USB هم داره که اینا میتونن با توان کمتر گوشی قدیمی تر یا هدفون و هندزفری رو شارژ بکنن. یه سری فناوری ها هم هستن که باعث میشه که تناسب پاور بانک و گوشیتون بیشتر باشه. مثلا اگه گوشیتون از پردازنده اسنپ دراگون یا کوالکام استفاده میکنه، بهتره که پاور بانکتون هم QC یا همون کویک شارژ باشه. نسل‌های مختلفی داره کویک شارژ 1، 2، 3 و فکر کنم 3 و 1. اینطوری تناسب گوشیتون و پاور بانک خیلی بیشتر میشه و باعث میشه که دقیقاً باتری گوشیتون این آداپتور واقعی شارژ بشه با سرعت مناسب، از اون ور سلامتش هم حفظ بشه. مثلا این پاور بانک بیسوس از شارژ سریع یا کویک شارژ 3 پشتیبانی میکنه و مناسب گوشیایی که پردازنده کوالکوم دارن هستش. این خیلی خوبه که به این نکته ها دقت کنید. یکی دیگه از این فناوری PD که مخفف پاور دلیوریه. در واقع به کمک این فناوری خیلی میتونه توان خروجی بالا بره. یه جورای آمپر و ولتاژ رو تنظیم میکنه پاور بانک یا حتی آداپتور شارژر فندکی یا هر شارژری که این ویژگی رو داره که بتونه بهترین حالت و با بالاترین سرعت شارژ گوشی شما رو انجام بده. یه ویژگی دیگه که پاور بانک‌های خوب با کیفیت و برندهای معتبر دارن اینه که هوشمندن.
یعنی بین 3-4 حالت مختلف توان خروجی خودشون رو میتونن تنظیم بکنن. مثلا پشت این سامسونگ نوشته که 4 حالت مختلف توان خروجی میده و واسه همین شما میتونید ساعت سامسونگ رو بهش بزنید، گوشی سامسونگ رو بزنید و خودش تشخیص میده که با چه توانی نیازه که اون گجت رو شارژ بکنه. پس هوشمند بودن پاور بانک ها کمک میکنه که از یه پاور بانک بتونی برای چند تا گوشی و گجت استفاده کنی و این یه ویژگی خیلی خوبه. راستی این پاور بانک سامسونگ وایرلس شارژ هم ساپورت میکنه، یعنی بدون نیاز به کابل میتونی که پشت گوشیت بذاری و گوشیتو شارژ بکنی و این یه قابلیتی که کمک میکنه دیگه محتاج اون کابل هم نباشی، کابل هم با خودت نمیتونی اینور اونور ببری اذیت میشی، میتونی پاور بانک وایرلس داشته باشی. فقط اینو بدون که سرعت شارژ کردن گوشی تو حالت وایرلس خیلی خیلی کمتر از حالتیه که از کابل استفاده میکنی. یه مورد دیگه هم که ممکنه خیلی اهمیت پیدا کنه تعداد پورت‌های پاور بانک، مخصوصا اگه ظرفیت پاور بانکتون زیاد و اهل اون سفر هستید و تو اون دسته قرار میگیرید، حواستون باشه که چه تعداد پورت خروجی داره، به خاطر اینکه ممکنه همزمان بخوای یه ساعت، یه هندزفری یا گوشی تو بزنی به شارژ، اما اگه تعداد پورت پاور بانکت کم باشه مجبوری نوبتی اینا رو شارژ کنی که خیلی طول میکشه. یه چیز دیگه این که چند تا ورودی همزمان میتونی بهش بزنی، مثلا این بیسوزه 2 ورودی همزمان و 3 خروجی همزمان داره. 2 ورودی همزمان یعنی چی؟ یعنی واسه اینکه سری شارژ بشه اگه یه رستورانی رفتی و خواستی یه ساعت پاورانکتو شارژ کنی، میتونی با 2 آداپتور با 2 کابل اینو خیلی سریعتر شارژش بکنی. اینطوری تو زمان صرفه‌جویی میکنی. پس پیشنهادم اینه که الان سمت پاوربانکایی که یه پورت ورودی دارن اونم میکرو یو اس بی دیگه نرید، خیلی قدیمیان و در واقع زمان زیادی برای شارژشون باید مصرف کنید. حداقل اگه یه پورت داره تایپ سی باشه، ترجمه‌ن 2 پورت ورودی باشه که عالیه. نسل جدید پاور بانک ها بعضی وقتا قابلیت های بیشتری هم دارن و فقط یه پاور بانک نیستن. مثلا این پاور بانک گرین یه استند یا هولدر رومیزیه که تغییر زاویه داره، ارتفاعش رو میتونید تنظیم بکنید و خیلی کار اومده. علاوه بر این پاور بانک هم هست، یا این یکی علاوه بر این که یه استند رومیزی و هولدر هست، یه پاور بانک هم هست، یه ویژگی هم بهش اضافه شده و انگار 3 کار است. این پایین شما میتونی ایرپادت هم شارژ بکنی و این یه طراحی باحال و جذاب از انکر. در واقع پاور بانک ها دیگه خیلی متفاوت شدن، متنوع شدن و برندها میان یه سری نوآوری میکنن که یه وسیله چند کاربرده براتون بسازن. من که خودم این نوع پاور بانک ها برام خیلی جذابه. 2-3 تا مسئله دیگه هم که فکر میکنم ممکنه هنوز تو ذهنتون مونده باشه میخوام آخر ویدیو توضیح بدم. شاید خیلی باورشونه که پاور بانک به باتری گوشی آسیب میزنه و سلامت باتریشون رو از بین میبره. اصلا اینطوری نیست. یه پاور بانک خوب و با کیفیت اگه مناسب گوشی شما باشه و از برند خوبی هم باشه، این شارژر اورجینال گوشیتون مناسب برای گوشیتون و هیچ ضرری نداره. پس به برندش دقت کنید، به تناسب توان خروجیش با گوشیتون باید دقت بکنید. این دوتا خیلی اهمیت دارن و اینطوری اصلا نگران سلامت باتریتون نباشید. علاوه بر اینا برندهای با کیفیت میان استانداردهایی میذارن که حفاظت بهتری از گوشیتون بکنن. مثلا این انکر تو ترش نوشته که هم ولتاژ بوست داره هم مولتی پروتکتور، یا این یکی مدل انکر نسل 7ه. این نسل 7 یه سری ویژگی ها داره که 2-3 تاش فقط مربوط به محافظت از گوشی شما در مقابل نوسان و شوک الکتریکی منظورم و همینطور داغ شدن زیاده. بعضی این برداشتن اشتباه هم شاید باعث میشه که از یه خریدی که داشتید ناراضی باشید. مثلا خیلی ها این مشکل رو دارن که میگن روی پاور بانک نوشته 65 وات ولی گوشه ما رو 65 وات شارژ نمیکنه، در حالی که حواسشون نیستش که مثلا یه گوشی رو زدن به شارژ، یه هنسفری هم زدن، یه واچ هم زدن، بعد انتظار دارن گوشی رو 65 وات شارژ بکنه. این ماکسیموم توان پاور بانک بین همه پورت‌های خروجی ممکنه تقسیم بشه و شما باید به تک به تک پورت‌ها دقت بکنید. اگر چند تا وسیله میزنید طبیعتاً سرعت شارژش کاهش پیدا میکنه. یه چیز دیگه هم که باید دقت بکنید اینه که متریال سخت پاور بانک چطوریه. بعضی پاور بانک‌ها پلاستیکی‌ان، بعضی پاور بانک‌ها یه ظاهر پارچه‌ای جذابی دارن، بعضی پاور بانک‌ها فلزی‌ان که احتمال داغ شدنشون بیشتره، از اونها بدنه مقاوم‌تری دارن و شاید تو مسافرت‌ها یا محیط‌هایی که یکم خشنه بهتر باشه در مقابل ضربه مقاوم‌تر باشن. راستی پاور بانک ضد ضربه و ضد آب هم داریم که اگر احساس میکنید محیطی که میخواید پاور بانک رو استفاده کنید همش تو معرض خطر افتادنه، بهتره که از اون مدل ها بگیرید تا اینطوری عمر پاور بانکتون پایین نیاد. همه این نکاتی که تو این ویدیو بهتون گفتم یه راهنما کامل براتون به وجود میاره که اگه میخواید یه پاور بانک بخرید بدونید به چه چیزایی باید دقت بکنید و بهترین پاور بانک رو برای خودتون انتخاب بکنید.
امیدوارم هیچ وقت شرجتون تموم نشه، مخصوصا وقتی دارید ویدئوهای هیلاتل رو میبینید توی چنل یوتیوبمون، و حتما دیگه آخر این ویدئو به جمع هیلاتلیا پیوسته باشید و زنگولرم زده باشید. دمتون گرم تا اینجا ما رو دیدید و تماشا کردید، خیلی دوستتون داریم.